اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. حالا که دیگر مرغ طوفان نیست، سردار فرداهای ایران کیست؟ شبکورها شادند و در پرواز، در شهرشون امشب چراغانی است. حالا که دیگر نیست، انگار میدانیم او چون عقابی پیر تنها بود، ما در حصار خیشتن بی او، او در گریز از خیش با ما بود. آن شب که ایران خسته از فریاد در دستهای او رهایی یافت، ما بی خبر از وحشت تاریخ رفتیم و تنهایش رها کردیم. او صبح صادق بود و ما مذکور بر فجر کاذب اقتدا کردیم. حالا که دیگر نیست، انگار میدانیم او روشنایی بود و بیداری، در دستهایش زندگی جاری. یک لحظه بود اما چه بسیاری. فریاد او در شعرها جاری است، خاموشیش آغاز بیداری است. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 13 ماه مارچ 22 اسفند ماه به شما سلام میکنم. چرا شعر بختیار رو خوندم؟ لابد سوال میکنی. الان نه سال روز قتلش بود، نه نخست وزیریش که به هر حال جانوران و گرازها مسلط شده بودن و او در مخفیگاهش بود و من بخت رو داشتم که با او سخن بگویم به لطف دختر نازنینش ویویان، که تحمل 5-6 ماه بیشتر نکرد. پدر که سرشو بریدن، ویویانم رفت. پاتریک، فرزندان بختیار، گیو و رستم، یکی که پلیس امنیتی بود خاموشش کردن چون پیگیر پرونده پدر بود. چرا پدر 2 روز در خونش بی سر و صداست و این پلیسای امنیتی پایین نمیرن بالا؟ بگذاریم. پاتریک مون و فرانس نازنین که صمیمانه بهش تسلیت. پاتریک دندانپزشک بود و در بیمارستان ارتش خدمت میکرد. حالا این داستانایی که براش در آورد. اینقدر این آدم انسان، دیدارش با شهبانو که خودش برای من تعریف کرد، به اتفاق همسر نازنین و فداکارش، و پاتریک و من و شاهید تو پاریس با هم بودیم و رفتیم سر مزار پدر و در یه رستورانی احرار نازنین بود، دکتر آموزگار بود، میم سحر بود، دکتر ملایری نازنین بود و همه رفتن. دکتر لاجوردی همیشه میگه این زنگ خطر برای ما هاست. حالا تا هر وقت ما فقط وطنمونو ببینیم. اینم با فرانس، خواهر عزیزش و با همسر گرامش. پاتریک مبتلا به سرطان شد، سرطان دهان، و این آنقدر عمل کردن روش، به سختی صحبت میکرد. این با برادرش، با پدر، اون پدر نازنین که همیشه میگفت
نتونستم برای بچه هم پدری کنم چون تو زندان بودم و این با 4 فرزندش گیو و ویویان و فرانس و پاتریک رستم و خانواده ای داشت دکتر بختیار عاشقانه ایرانی بود. عاشق. تصویری از شهبانو دیدیم اینجا، این بانوی وارسته که واقعا بهش افتخار میکنه، مادر ایران به معنای حقیقی کلمه. پیامی داده شهبانو با هم گوش بکنیم. نوروز که در همه حال پیام آور شادی و امید است، امسال در شرایطی برگزار می شود که ملت ما در سوگ از دست رفتگان خود است. صدها زن و مرد جوان و دختران و پسران نوسال با شعار زن زندگی آزادی در رویارویی با نیروهای توحش و تاریکی جان باختند. نام و یادمانشان در لوحه تاریخ ایران زمین جاودان است. من در این نوروز به مادران و پدران داغدار آنها فکر می کنم و به هزاران ایرانی آزاده دربند و نوجوانانی که در مدارس ایران مسموم شده اند فکر می کنم و به میلیون ها هم میهن در تلاش معاش فکر می کنم که قربانی توحش و بیکفایتی زمامداران نظام کنونی هستند و ساعت تحویل سال را در سکوت خواهند گذراند. در این حال نوروز باستانی نشانه پایداری، تداوم و هویت ملی و پیام آور پیروزی، راستی و دروغ است و آن را با جان و دل ارج می‌گذارم. نوروزتان فرخنده باد و به امید آزادی ایران در سال نو، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. خیلی جالب بود پیام شهبانو، پیامی زودتر و بانوی نازنین که واقعا عشق به ایران در ذرات وجودشه. هر بار او رو دیدم احساس کردم واقعا لیاقت عنوان مادر ایران رو دار. ما امروز خیلی خبر و تحلیل داریم راجع به رابطه عربستان، راجع به ادعای رژیم مبنی بر گفتگو با آمریکا، حرفای زیادی است. اما قبل از اون اجازه بدید من به یه موضوع مهم اشاره کنم، چون اینجا دیگه لازم. شاهزاده رضا پهلوی و یارانشون در جورج‌تاون منشوری منتشر کردن و این منشور در واقع به اعتقاد من این منشور بسیار منشور پخته و مهمه. آقا چرا مشت اونجا هست؟ تو چونه سید علی خامنه‌ای غیر از مشت چی باید زد؟ آقا اینجا ماده سوم گفته همبستگی، چرا نگفته که یک پارچگی ایران؟ آقا چرا با کلمات بازی میکنید؟ چرا با کلمات بازی میکنید؟ عبدالله مقتدی به قیمت این که چهار تا نصفی از اون جوی پیر کمونیستای اون تو علیهش میان موضع میگیرن آماده میشه میاد تایید میکنه منشور. چی میخواین از جون مردم؟ چی میخواین از جون شاهزاده؟ بابا چقدر بسه دیگه، هر قدمی این برمیداره یه ایراد میگیرید. تا دیروز آقا چرا این تنهاست؟ اومد با مجمع اومد، یه دم مجموعه شدن همراهی کردن با هم. آقا چرا وکالت خواست؟ یه 400,000 نفر بهش وکالت دادن. خودتون میدونی جمهوری اسلامی چه بازی کرد. بابا دست بردارید، هر روز یک بازی، هر روز یک ایراد، هر روز. آقا نمیخواید ایران شما آزاد بشه؟ به طور قطع نمیخواید. من فقط تو این مجموعه‌ای که دیدم واقعا به ندرت میتونم بگم یکی دو تاشون از سر صدق و خلوص بودن، یکی آقای مومنی بود،
آدم چریک بوده، فدایی بوده، ولی انقدر انصاف داره که مدلی بیاد حرف بزنه و اشاره بکنه که آقا اینا که ادعای طرفداری میکنن نیستن طرفدار شاهزاده، اون افراطیایی که فوش میدن ناسزا میگه. راست میگه، دقیقا راست میگه. شما نگاه کنید توییتر رو، نگاه کنید اینستاگرام و جاهای دیگه، ببینید چه ادعی به عنوان طرفداری چیا میگن، غیر یه عدهشون که حالا به هر دلیلی مخالفن ولی بقیه مأمورن. بدون شک به اسم طرفداری از شاهزاده مأموریت رژیم رو انجام میدن. بابا دیگه ما بعد از 50 سال این کار کردن میدونیم، 50 سال دارم مینویسم، تحلیل میکنم، دنبال میکنم، دیگه این بازی ها رو میشناسم من. رژیم کلافه است، رژیم امتیاز به آمریکا میده، به عربستان میده، برای چی؟ برای چی میده؟ چرا یه خود تعامل نمی کنید؟ اگر آقای حسین علی جعفر بود رژیم اینقدر امتیاز میداد؟ نه، برای اینکه میده اون سه تا نصفی آدم تو دهشون داره. الان یک مجموعه درست شده که همه نوع نظری توش هست. ایران آینده ایران یک صدایی نخواهد بود. ایران آینده ایرانی است که از مجموعه صداهای زیبا به وجود میاد. ایران آینده حکومت غیر متمرکز خواهد داشت. آقا نگید انقدر، تموم شد دورانی که تو میتونستی تو تهران برای روستای بلوچستان تصمیم بگیری، گذشت. خود شاه فقید در صحبتش میگه انجمن ده، شهرستان، شهر، استان باید مشارکت کامل داشته باشن در اداره امور کشور. شما چی میگید؟ نشستی تو یالقوزآباد مثلا نمیدونم فلان کشور خارجی، هی توییت میکنی، من مخالفم. با چی مخالفی؟ نخیر، شاهزاده اصلا حالیش نیست چی کار بکنه، بیاد بگه من رضا شاه دومم، بریم جلو انشالله تا پامون به قبرستون برسه. نه، میگه من رضا پهلویم، بریم که به ایران برسیم. بابا یه خود کوتاه بیایم. آخه تا کی این کینه و کینه شتری به پهلوی ها؟ آقای ثابتی میره تو تظاهرات میامی، آقا دیدی اووردش تو تظاهرات لس آنجلس، من اونجا بودم، ثابتی لس آنجلس نبود. آقا ول کنید، به خدا قسم، به همون که قبول داری، به مادر، روح مادر و پدرت، شماها دشمنی با ایران دارید میکنید، شما دارید به رژیم امکان میدید. رژیمی که چلاق و چنگوله گوش افتاده بود، دم در آورده، راه افتاده. برای چی؟ به خاطر شماها، به خاطر شماها. بسیار متاسفم. روز جمعه وقتی اینا رو نگاه میکردم که آخه این منشور به این خوبی، این منشور کجاش ایراد داره؟ عملا به سوسیال دموکراسی اعتقاد داره، اما سکولاریسم، یک پارچگی ایران، وحدت ایران، چی دیگه میخوایم از اینا؟ بابا مولوی عبدالحمید از وحدت ملی میگه، عبدالله مهتدی هم همینطور. آقا ول کنیم تو رو خدا، اگر یه حزبی رفت یه کاری کرد، اینو به حساب همه نگذاریم. عرب‌های ایرانی، ایرانی‌ترین ایرانیان، مثل کردها، مثل آذربایجانی‌ها، مثل تالش‌ها، مثل ترکمن‌ها، مثل بلوچ‌ها، چرا بی خود برای اینا انگ می‌ذاری؟ تجزیه طلب، آخه تجزیه طلب می‌خواد بهش چیکار کنه؟ عبدالله مهتدی می‌خواد تجزیه طلب باشه که چه بکنه؟ بره زیر چنگال عراقی‌ها؟
یا بره زیر دست رجب طیب اردوغان، کجا میخواد بره؟ ایران وطنشه، عاشقانه وجب به وجب ایران رو دوست داره. تو دانشگاه تهران که درس میخوند عاشق کوچه پس کوچه‌های تهران بود. بابا نکنیم این کار رو. به خدا دارید به وحدت ملی لطمه میزنید، به همبستگی و یک پارچگی ایران دارید لطمه میزنید. ایران یک پارچه و یک دل با شوونیزم درست نمیشه، با همدلی درست میشه. دوست من زنگ میزنه به من از اهواز، فلانی ترتیب بده من با شاهزاده حرف بزنم، میخوام بهش بگم ما عربهای ایران یک پارچه با ایرانیم، ما ایرانی هستیم. شما چی میگی؟ حالا یه نفر اون گوشه بلند شد توی نمیدونم یالقوزآباد نروژ رفت مثلا یه حرفی زد. بالاخره یه کسای بی پردازن دیگه. یه کسایی می پردازن که طرف بیاد بگه این جزایر مال ایران نیست. زمان شاه هم می گفتن. همه خمینی داره دستش می گفتن. ایران رو حضورش رو در زفار محکوم می کرده. بابا کوتابی هم یه خورده. باری اول بریم اعتراضات بازنشستگان و پرستاران عزیز رو نگاه بکنیم که چقدر از زمان کرونا قربانی دادن، زجر کشیدن و حالا هم با این عمال فاشیست حکومت رو هستن. نگاه زیر جوانان، بانوان بزرگ میهنم، پدرانتون تو خیابونه، تنهاشون نگذارید. پدرانتون نیاز به حضور شما دارن، کنارشون باشید، زیر بغلشون رو بگیرید. مادرانتون نیاز به حمایت شما دارن، تنهاشون نگذارید. من در حال امیدوارم چهارشنبه سوری که خیلی خیلی اعتقاد دارم بهش که قوقا خواهد کرد، به همین دلیل هم رژیم تمام آدم کشاشو ریخته تو خیابون و ادعا میکنه که به هر حال اینا بله بسیجی و لباس شخصی و همه میان جلوی چهارشنبه سوری شما رو میگیرن، اما نخواهند تونست. شما بزرگترید. چهارشنبه سوری هم مطهری خیلی بزرگتر بود، به همین دلیل مطهری زیر خاک رفت با یه گلوله. چهارشنبه سوری قرن هاست باقی. رژیم جهل و جور و فساد خیال میکنه. اما همتون منتظرین این داستان عربستان سعودی رو من براتون بگم. جمهوری اسلامی از همون فردای 7 سال پیش علارغم اینکه هر مزخرفی رو به عربستان میگه، تیتر کیهان رو نگاه کنید، کیهان حسین بازجو، ننگ رابطه آل سعود از دامان ایران پاک شد. نگاه کنید مداح رژیم محمد کریمی او چه میگوید راجع به عربستان. این ننگ بر آل سعود کافر، این قوم بی دلاور ستمگر، تقاص کشتگان در منار آمد.
میردن او ذوالفقار حیدر. خب حالا همینو حسین بازجو تیتر حالش ببینید چی؟ توافق ایران و عربستان ضربه کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی. چرا؟ اینا رو که با هم مقایسه کنیم، اینا رو با هم مقایسه کنیم. ضربه کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی. چرا؟ آمریکا خودش علاقه من بود، چون هر جوری بشه شر رژیم رو از منطقه کند، آمریکا ازش حمایت کنه. دست رژیم از یمن کوتاه. بابا لبنان میخواد رئیس جمهور انتخاب بکنه، آقای حسن نصرالله میگه حالا این دفعه ما دوست داریم سلیمان فرنجیه رو بیاریم رو کار. جبران باسیل معشوقشون بود، حالا شد سلیمان فرنجیه. آقای امیر عبداللهیان تو دمشق رفت و ما تحفظاتی داریم، بشار اسد هم گفت هیچ غیر از فرنجیه نداریم، باید حمایتش کنیم، چون فرنجیه سه نسل نوکر آل اسده، پدر بزرگ سلیمان فرنجیه که رئیس جمهور لبنان شد 7 سال، او نوکر اسد در بست. یه بارم در جوانیش به یک کلیسا حمله کرده بود و 60-70 نفر رو با مسلسل کشته بود، برای همین بهش میگفتن سلیمان خونخوار. پدرش، پدر این آقای سلیمان به دست گروه ایلی حبیقه که خودش هم کشته شد به قتل رسید. و این آقای سلیمان که بچه بود اومد و یا آقای دوبهی بود که کشیش بود و دامنش گره بزرگش کرد. حالا نوکری سوریه به جاش، دوره قبلم این باید جای میشل اون رئیس جمهور میشه. به هر حال الان سمیر جعجع هست، ایشون هست و یکی دوتا کاندیدای بی طرف. من امیدوارم لبنان بتونه از این چنگ حزب الله بیاد. حالا چرا سعودی ها گفتگو کرد؟ رژیم از 3 سال قبل پیغام میفرستاد، واسطه میفرستاد، عمان بره، قطر بره، کشورهای همسایه برن، عراق بره. حتی وقتی در جعفری رفت به عربستان و بعد از اونم نخست وزیرهای بعدی عراق رفتن، همیشه پیغامی بود که آقا جمهوری اسلامی التماس دعا داره، میخواد روابط برقرار کنه، اجازه میدید وزیر خارجه بیاد جای گفتگو کنه. سعودی هم خیلی روشن گفتن نه وزیر خارجه میخوایم، نه رئیس جمهورتون رو میخوایم، حتی روحانی رو گفتن هیچ کدوم اداره نمیخوایم. ما یک شخص تام الاختیار که رهبر جمهوری اسلامی رو نمایندگی کنه و او تاییدش کنه، او رو میخوایم. با اون گفتگو گفتن گفتگوهای مقدماتی رو گفتن باز یک نفر از جانب اونی که رهبرتون تعیین میکنه. در نتیجه آقای ایروانی که الان مزد گرفت شد نماینده ایران در سازمان ملل با اون سوابق آلوده، البته چون یه مدت حسابدار ویژه سید علی آقا بوده خب معلومه، این آقای ایروانی رفت بغداد. تو بغداد نشست با رئیس استخبارات سعودی گفته بود. 6 جلسه 6 نوبت در فصول مختلف. بعد سعودی ها متوقفش کرد، گفت آقا فایده نداره، شما همون گنگکاریتون دارید ادامه میدید، شما دارید در لبنان جنایت میکنید، در عراق همینطور، در سوریه همینطور. بعد مسئله آشتی با سوریه مطرح شد. جمهوری اسلام، ببینید امیر عبداللهیان 6 بار از شهریور گذشته، 2 سال پیش به سوریه و 3 بارم به لبنان سفر کرد. بخشی از این سفرها راجع به همین چی میگن؟ آب توبه سر بشار ریخته. جمهوری اسلامی میخواست وسط معرکه باشه. بشارم گفت آقا تو چرا میای وسط؟ تو با سعودی رابطه نداری.
سعودی ها میخوان با من گفتگو کنن. قطر رفت سرمایه گذاری کرد، امارات رفت، امارات دست همه زودتر رفت. بعد هم سعودی ها تلبیه هم گفتن آقا روابطتون رو با جمهوری اسلامی تصحیح کنید، از این نوکری بیایم بیرون تا ما باتون سر مهر دیم. به هر رو اومدن و گفتگوهای صورت گرفت. سرانجام مسئله این شد که خود نماینده سید علی آقا او گفتگو بکنه با سعودی ها. اینو چیکار کردن؟ چینی ها. وقتی که رئیسی رفت به چین برای دیدار رسمی بعد از اینکه معاون نخست وزیر چین آمد، گفتن که چینی ها به رئیسی گفتن شما رو قبول نداره، شما و وزیر خارجه رو سعودی ها نمیخوان، میخوان که در واقع چی میخوان؟ میخوان یک نماینده تام الاختیار از جانب علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. اونا هم گفتن ما ایروانی رو فرستادیم، بله ولی آقای شمخان. پس سعودی ها نبودن که علاقمندی به گفتگو رو اعلام کردن، جمهوری ولایت فقیه بود. چون جمهوری ولایت فقیه وحشت زده است، حالا در بخش دوم برنامه به مسئله گروگان ها هم اشاره خواهم کرد، ولی در مورد عربستان سعودی با قاطعیت بزنید تمام شروط رو سعودی ها دیکته کرده و نه جمهوری اسلام. به هیچ وقت سعودی اولا کسی رو فرستادن، یه دیپلمات برجسته، یک وزیر آقای ابیان که مسعد بن محمد، یه وزیر به اسم وزیر مشاوره، ولی به هر حال خیلی نفوذ داره، خیلی قدرت داره. حتی در مورد سوریه هم میگفتن پس پرده او کارایی میکنه. بنابراین گفتن او هم از جانب پادشاه و ولیعتش میره به پکن. جالبی در مذاکرات حتما باید یه امامه به سر نادان بدون شعور لایشعرم بشینه. خب بشه. مشاوران و معاونان آقای شمخانی هم بودن و نوکر سید علی آقا هم اونجا بود، نوکر جاسوسش که گزارش‌ها رو دقیق به دقیق بده. چهار روز اینا در بیجینگ یا پکن، پکن قدیمی بیجینگ فعلی، مذاکره چند تا شرط اساسی داره. اول دو کشور ظرف دو ماه با بررسی اوضاع و احوال، در واقع داریم امتحان میکنیم، داریم نگاه میکنیم پسر خوبی شدیم یا نه. دو ماه تو این دو ماه تماس‌های دیپلماتیک بین دو کشور برقرار میشه و بعد در پایان دو ماه اگر رضایت بخش بود همه چی، دو کشور روابط دیپلماتیکشون رو تجدید میکنه. حالا بودو بودو یه ده اومدن آقا تعطیل شد ایران اینترنشنال. اولا ایران اینترنشنال مال ولان میدیاست که در مجموع و در نهایت به اون گروه عظیم و بزرگ ام بی سی برمیگرده، یک پروژه موفق ماهواره است و کارش هم داره خوب انجام. این مسئله که برای من بودم باعث تعطیل در رفتن شدن چون راجع من دروغ گفتن، کجا خانم دروغ گفتن راجع به شما؟ شما خودت در حرف زدن با مادر داری اعلام میکنی کجا دروغ گفتن. شما بیا اون دروغ ها رو بگو تا مردم باور کنن. بعدم آفکام در گزارش ماهانه، بنده عضو آفکام هم. همین سه چهار هفته پیش گزارشامو نوشتم، منم عضو آفکام هم. 12 سال عضو آفکام هم. یک شکایت هم طالما نداشتیم، یه دونه از جانب جمهوری ولایت فقیه بود که اصلا تو سد زباله انداخته شد. خب اگر اینترنشنال به آمریکا رفت به علت شرایط بود. پلیس انگلیس پلیس فقیری است،
براشون امکان دمم 100 تا مأمور گارد گذاشتم نبود. اینا مبلغ کردن. ایران اینترنشنال به مصلحت دید که فعلا که در آمریکا امکانات دارن برن اونجا. نه ربطی به مذاکرات جمهوری اسلامی داشت، چون خیلی زودتر از اینا اینا رفته بودن. مذاکرات مال هفته پیششه. آقا ایران اینترنشنال تغییر جهت خواهد؟ نه. همونطور که العربیه و الحدث تغییر جهت نمیده، از شرق تغییر جهت نمیده، از شرق الاوسط روزنامه تغییر جهت نمیده. همین امروز مصاحبه کرده با نخست وزیر عراق، همین امروز مصاحبه کرده با آقای کاظمی نخست وزیر پیشین که ببینید اونجا چی ها گفته. منظورم اینه اینقدر تفسیر و تعبیری که پایه و اساس نداره نکنید. داستان نبافی به اسم محلل تحلیلگر. نه آقا، داستان اینجوری نیست. جمهوری اسلامی باید دخالتشو در یمن متوقف کنه. سعودی ها قبول کردن اجازه دهن پاسدارا و کارشناسان به اصطلاح جمهوری ولایت فقیه از یمن برن بیرون. حوثی ها سر میز مذاکره بنشینن، با دولت قانونی یمن به نتیجه برسه. جمهوری ولایت فقیه در لبنان متوقف کنه دخالتش رو. اینم بعدی. راجع به تبلیغات، جمهوری اسلامی سه تا کانال در لبنان داره. العالم که خب مال صدا و سیمای جبلیه و تلویزیون المنار حزب الله و المیادین دوستمون آقای قسام بن جدو که خود دیگه رفت اون طرف. یادم یه روز زنگ زد برای من مصاحبه کنه، بعد نکردن، زنگ نزد، چون معلوم بود در تهران، گفتن نه. با هر حال 22 کانال هم در عراق دارن، کانالهای عربی که صبح تا شب فوش میدن. خب جمهوری ولایت فقیه باید اینا رو ببنده. میتونه مال حزب الله رو ببنده؟ نه. العالم میتونه؟ یه ده اونجا نوکر اومدن دارن میخورن و چرن. المیادین؟ نه، المیادین راه های دیگه هم داره، قطر هست، جاهای دیگه هستن. خب در چنین شرایطی مسئله تبلیغات رو نمیتونن در چارچوب. آقا شما ایران اینترنشنال تعطیل کن، سعودی نمیتونه تعطیل کنه. یک شرکت و مؤسسه بزرگ، یکی از شبکه‌هاش هم ایران اینترنشنال. العربیه داره، الحدث داره، شرق داره، ام بی سی داره، 50 تا ام بی سی هست، حتی ام بی سی فارسی هم هست. خب این از این داستان. اما اگر روابط دو کشور گرم و صمیمانه بشه مثل زمان خاتمی، معلومه شاید یه تعدیلی در لحن این شبکه‌ها ببینیم. اما I doubt it. من گمان نمی کنم این کشتی به ساحل به سلامت برسه. حالا درنگ کوتاهی می کنیم. دلارام زواره‌ای عزیز ترانه تازه خونده، این صدای زیبا و قشنگ، درود به خودش، به همسرش و تمام اونایی که در ساختن این ترانه زحمت کشید. گوش میکنیم با درود دوباره. بسیار عالی بود. چشمهای دلارام زواره، من خانواده رو میشناسم، خانواده بسیار معتبر و محترم. حضورتون عرض کنم که من خبر دوم تاپ رو که گفتم تحلیل میکنم، حالا این تو مال عربستان، حالا بازم راجع به صحبت خواهیم کرد با دریافت اطلاعات بیشتر. طرف ایرانی که ذوق زده شده، میبینی چه چیزه آقا، تیترا آسمان به زمین اومد. اون روزی که سفارت رو زدین چرا فکر این رو نکرد؟ یه مش از این اوباشی که در سفارت عربستان و سفارت انگلیس هم حضور داشتن و بعد دوتاشون از پاسداران آقای رئیسی در نیویورک بودن، اینا رو نگاه کن. حسن کرد میهن، ستاد قالیباف، آمریت حمله رو داشت.
علی فروغی پسر باجناق حداد عادل، شداد ظالم، این آدم فرهنگی خود فروخته. بله. مشتبه امینی ارمکی و ارمکی، دو فصل سریال کاندو رو بازی کرد، تهیه کنندش بود. در سال 1400 ریاست بخش فرهنگی ستاد ابراهیم رئیسی. این بود که رفت لباس زیر زنان دیپلماتا رو اوورد به سرش کشید و باش آدم های آشکار. سید حسین میر اسماعیلی یکی دیگه از اونا، روابط عمومی منطقه سه شهرداری تهران، این حمال باید بره تو روابط عمومی. علی جمشیدی از مشارکت کنندگان در حمله به سفارت در سال 90، قائم مقام مدیر عامل شرکت بهنوش و مدیر عامل شرکت زمزم در دولت، این حمال باید بشه مدیر عامل. وحید شاکری مدیر کل وقت امور رسانه های معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری احمدنژاد، رئیس ستاد انتخابات مشاعی، در حمله به سفارت بریتانیا حضوری فعال داشت. او بعدها همراه منصور واعظی به صدا و سیما ردیف کردن حمالا و اوباش و چاقوکشان رو. اون مردک لباس زیر همسران دیپلمات ها رو به سر میکشه. خدا اینا کیه؟ این حیوانات از کجا؟ سید علی جنس تو جور کردی، هرچی اوباش بوده محل دهی های سابق جمع کردی، اسفندی هاشون هم که اسفندود میکردن مثل حداد عادل نشوندی بقل دست بو که خیلی زیاد میشه اسفندود کنی. راستی آقای ولایتی کجاست؟ رفته گل بچینه. آقای ولایتی مشغول فروختن خونه است، چند صد میلیاردی. خدا با کیا طرف است؟ حالا داستان روابط با عربستان و اینا انجام ده که بگن آمریکایی عزیز ما بچه های خوبی شدیم، دیدیم با سعودی ها متحد 80 ساله شما رابطمون رو خوب کردیم، ارتباط قرار برقرار. حالا نوبت شماست. آقا عاجزیم، عیالواریم، گداییم، این 7 میلیون اقلا کره جنوبی رو به ما بدیم، مال عراق 500 میلیون دلار ده، ما چه خاکی به سرمون بزنیم؟ این 500 میلیون دلار بدیم حسن نصرالله، بدیم زیاد نخاله، بدیم به حماس، به کی بدیم؟ هشت و شبی ازمون پول میخواد. یمن بیچاره شدیم، عاجزیم، عیالواریم، یه کمک بکنیم. بیان گروگاناتونم ببرید. گروگان ها، دو ملیتی ها، یک سال و نیم قبل سلطان نشین عمان مثل همه این مواردی که گرفت اومد وسط و گفت من اینو با امریکا حل میکنم، چون قبلن هم چهار تا از گروگان ها رو اینا تونستن آزادشون کنن در برابر امتیازهایی که جمهوری اسلامی. سلطان نشین عمان نامه ای رو به جمهوری ولایت فقیه داد و گفت که آمریکایی‌ها آماده مبادله گروگان‌ها هستن. با چی؟ شما گروگان‌ها رو بدید، آمریکایی‌ها این 7 میلیارد رو در کره جنوبی ربطی به برجام نمیدن، اون 7 میلیارد جداگانه برای شما باز خواهد شد، بهتون میدن، کردیت میدن، پول میدن به اون حساب سوئیس که بستن به اونجا میفرستن، چون حساب باز کردن جمهوری ولایت فقیه دارو و مواد غذایی بیاره، ولی شروع کرد تجهیزات و نمیدونم چیزای صنعتی برای ساختن موشک و بمب و پهپاد شروع کرد وارد کرد. به هر رو آمریکایی‌ها بعد از جنبش بزرگ ملت ایران در مذاکرات رو بستن. دو تا حرفی ندارن. یه دادن بیگناه رو گرفتن، این رو باید آزاد کنیم. ما نه گفتگو میکنیم نه شرط و شروطی داریم. کارنامه‌ای که اینا دارن همش سیاهه. یه قدم بردارن یه خط روی یکی از نقطه‌های سیاه کشیده میشه. اون وقت ممکنه we reconsider
موضوع پولا رو در کره جنوب. جمهوری اسلامی اینو گرفت به عنوان بول، آوانس گرفت تو دسته. آقا دیگه آمریکایی میخوام به اون بدن دیگه، مشکله. آمریکایی تکذیب کرد. با آقای امیر عبداللهیان گفتن دروغگو. بازم دروغ گفتی، وزیر خارجه دروغگو ارزش گفتگو نداره. امیر عبداللهیان دوباره اومد گفت آقا ما ازشون یک سال و نیم پیش پیامی دریافت کردیم. آمریکایی‌ها گفتن مسئله مربوط به گروگان‌ها موضوعی نیست که بیایم سر و صدا بکنیم. هم گروگان‌ها هم خانواده‌شون رو به امیدهای کاذب بهشون بدیم بعدم نشه. نه، ما صحبتی نمی‌کنیم تا اینکه این ماجرا به نتیجه برسه. پس اینجا هم جمهوری ولایت فقیه دروغ گفت و خواست بگه که یه حکومت تثبیت شده است و در دنیا جایگاه داره. اپوزیسیون بی خودی زور نزنین، آمریکا آقای جو حسن بایدن ما رو دوست داره، با ولی فقیه ما دوست داره تعامل بکنه. یک حکومت ملی سکولار مبارز عاشق ایران یک پارچه به دردش نمی خوره. این داستان این مبادله بود. دقیقا بهتون گفتم از هر دو طرفش هم خبر بود. گفتن آقای عباس عراقچی پس پرده با امریکایی ها مشغول مذاکره است. این رو هم باور نکن. امریکایی ها با جمهوری ولایت فقیه گفتگو نمی کنه. بخشی از این مطالبی که امریکا میخواد عربستان سعودی خواستار شده و برانوری مسئله. خب خیلی موضوع داریم، بعد سریع بریم بهش بپردازیم. این حیوانیه به نام مصطفی میرسلیم، از اول انقلاب هست. این آدم کفشای مرحوم بنی صدر رو جلو پاش جفت میکرد. خدا شاهده من شاهد بودم تو دفتر بنی صدر این نوکر اینجوری دولا بود. قیافش هم خیلی میخوره و همین مزدور و همه چیز شبیه مزدور هست. بنی صدر خواست نخست وزیرش کنه چون با میرحسین موسوی جور نبود، آبشون توی جوی نمیره. ولی اون زمان خمینی گفت نه، این مردکه ریختش مثل آدم نیست. نزد. و این بعد که مشاور بنی صدر شد و نزدیک بود، بنی صدر که معزول شد برای اینکه تیغ خمینی به این نگره و بقیه، فرستادنش ارومیه به عنوان مشاور استاندار. طرف داشت نخوزد مطمئن، میخوام بگم این اینقدر حقیرن براشون شغل اون ماشین و پاسدار و پول و زده گلوله مطرحه، ولی آدم نیستن اینا، جایگاهی ندارن که ارزش برای خودشون قائل بشن. بابا میزا سعید خان انصاری که وزیر امور خارجه بود زمان ناصرالدین‌شاه، اگه میگفتن آقا بیا بشون مثلا وزیر بلدیه قبول نمیکرد. بعدها هم همینطور آقای دکتر عالی خانی مقام بعدی ریاست دانشگاه تهران بود، نمیرفت بشینه که همدست. بله حالا چون شما وزیر اقتصاد بودید، حالا بیان بریم بشین مثلا فرماندار عجبشیر. نه، آقای میرسلیم میکنی کن حرفاشو گوش بدید. این مرد فاشیست یه زمانی بود که مثلا فقط یه رادیو وجود داشت، میشد موج رادیو رو مثلا برش کرد، یه فکری که توش اخلال رو انداخت که خش باشه گوش نکنم مردم، ولی الان که اینطوری نیستش که، الان در بازه. خب پس یعنی بنابراین پذیرید که فیلترینگ جواب نمیده از صحبت. حالا شما باید یه مسئله فنی رو قاطی مسئله دیگه میکنید. نه در ادامه بهش میپردازیم، ولی خواستم این گزاره من جوابتون رو میدم. بس این است که فعلا شما فیلتر اینستاگرام رو تایید میکنین؟ 100% من تایید میکنم. اصلا باید قطع بشه. اینستاگرام فاجعه است. بدترین شبکه است. نماینده مردم در مجلس برای حرف مردم اعتباری قائل نیست. کجای وکران؟ دکتر مظفر بقایی میمد تو مجلس میگفت من مظفر بقایی پسر میرزا شهاب کرمانی، مرحوم پدرم همیشه میگفت، به احمد دهقان رئیس رقاصخانه تهران میگویم خفه شو. بعد مجلس شور هیجان، حیف که از هیجانش انداخت.
حتی در این دوره اخیر یک مردانی مثل مظهری، مثل مرحوم بنی احمد، مثل پزشکپور، کسانی بودن در مجلس که پرشور حرف می زدن و آدم به یاد اون مجلس 14 و 15 اونجا بود. به هر حال این آقا مردم رو چرخ پنجم درشکه اعلام میکنه، براش مهم نیست. چی بگم؟ اینستاگرام رو دشمن ولایت فقیه میخونه. چی بهش بگم؟ اما بزرگ مردی به نام مولوی عبدالحمید توی دهان این جانور و امثال او میزنه. نگاه کنید. برای همه فکر کنیم و برای همه دل بسوزیم. لذا مهمترین مسئله برای ما در کشور منافع ملی هستند. اولویت ما در منافع که تمام ملت ایران به اون شریکه، برای امنیت همه ایرانیان، برای آزادی همه ایرانیان، برای عدالت، اجرای عدالت همه ایرانیان و برای کل ایران فکر می کنیم که یادتونه پروین نازنی؟ من یادم، بچه بودم وقتی اومد گفتم کپی دلکشه، ولی یه صدای گرمی داشت تو دل من بچه میشه. حالا پدر و مادرم که ترانهاشو حفظ میکرد، امشب در دل شوری دارم. حالا الان پروینو ببینید. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، راضی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. 84 سال بانو پروین 100 سال برایش آرزو میکنم. چه کسانی با صدایش به عشق رسیدن، گریستن، شادمان شدن. درود بر تو بانوی هنرمند عزیز، دستانش خسته و شکستت رو میبوسم. این هفته آقای قاسمی هم، سردار قاسمی هم صداش در اومد. این که برای رئیسی سینه میزد علیه روحانی بود، حالا ببینید چی میگه برای رئیس. لیکن سوال اینه عزیزم، جناب آقای رئیسی، خود شما فرمودید که این دست چیز قبل از انتخابات فرمودید که این مثلا به خارج ربطی نداره، به برجام ربطی نداره، قیمت خیار، گوجه، اینا همه تحریم ربطی نداره، اینا داخلیه. اینا دیدید عزیزم، نه قیمت خیار، نه قیمت گوجه، هیچ کدوم نتونستید تا حالا کنترل کنید و مردم ناراضی اند از این وضعیت. بله، داد آقای قاسمی که در میاد معلوم دیگه اوضاع رئیسی خیلی بیریخته. چند تا موضوع دیگه هم داشتم متاسفانه نتونستم براتون پخش بکنم، حالا میمونه فردا هم برنامه زنده داری. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق. Thank you.